خب این ویدیو میخوام در رابطه با چیزهایی صحبت بکنیم که زیاد سخت نیستش ولی باید گفت توی اکما 6 که چیزهایی وجود داره قبلا توی جاوا وقتی ما میخواستیم مثلا فرض بکنید که وریبل داشتیم حالا من داخل جاوا اسکریپت 6 لت دیگه که همتون عادت بکنید گفتم که تایتل مثلا بگو که ایران ایز گریت مثلا خب و مثلا میگفتم که یه همچین چیزی رو بنویس و اگر من میخواستم چک بکنم که آیا این جمله که من اینجا نوشتم فرض بکنید اگر با ایران شروع میشه یا مثلا با چیز دیگه چی کار میکردم مثلا میگفتم که یک کندشن بنویس داخل این و کندشن هم رو اینجا چک میکردم میگفتم که تایتل رو بگیر خب از ایندکس آف استفاده میکردم داخل جاوا اسکریپت درسته وقتی میگفتیم که ایندکس آف مثلا میگفتیم که برو آی رو بگیر حالا من ایران رو با کپیتال آی نوشتم با هر جوری که نوشتید باید همون جوری هم بنویسید و نگاه کن ببین که اگر این اولیش مساوی صفر من دو مساوی میذارم چون تو کندشنال رو باید دوتا مساوی بذارید بهش میگن پروگرامی دوتا مساوی رو میگن مساوی یه دونه مساوی رو میگن اسایمنت پس این صف رو میذاریم برای اینکه اولیش ببین برو نگاه کن ببین که اولیش با آی شروع میشه اگر شروع میشه console.log بکن مثلا اوکی خب به این صورت حالا اگر من این ران بزنم این میگه که اوکی چرا چون اولیش با آی شروع میشه حالا مثلا من میگفتم که برو بگو مثلا UK یا یو مثلا برو ببین اول با یو شروع میشه ران میزدم هیچ اتفاقی نمیافتاد خب اینا بکن کلیر میزنم ران میزنم هیچ اتفاقی نمیافته چرا چون اولش با یو شروع نمیشه که ولی مثلا میگفتم که برو اول این چک بکن مثلا میگفتم که UK میخواستم ببینم جایی توی این کلمه آیا از UK استفاده شده اینجا منفی یک رو میذاشتم حالا شما منفی یک من خودم به عنوان کسی که دارم برنامه ریزی میکنم هنوز نمیدونم این منفی یک چیه ولی گمان میکنم میگه برو ببین اگر جایی توی این جمله یعنی بیرون این جمله UK وجود داره خب این نمیدونه که اگر من ران بزنم اوکی به من میده درسته؟ خب این میگه که خب حتما فکر میکنه وجود داره ولی درصدی که وجود نداره و این منفی ولی صرف بزنم میگه برو ببین داخل این جمله وجود داره و وقتی کلیر میکنم ران میزنم هیچ اتفاقی نمیفته چرا چون اصلا وجود نداره پس اینم از منفی ولی حقیقتا خیلی بده درسته چون من نمیدونم اصلا این داره چیکار میکنه این ایندکس اف چیه من باید منفی یک رو همیشه حفظ بکنم و بدونم که این منفی یک چیه و خب به این صورت به اصطلاح به اینجوری درست نیستش و خب نمیفهمم نمیفهمیم بنابراین ما, نمیفهم. بنابرای ما چیزی داریم داخل جاوا اسکریپت 6 به نام includes خب میگه برو ببین اگه من از این منفی یک استفاده نمی میگه برو ببین جای از این جمله UK وجود داره ران میزنم اتفاقی نمیفته چرا چون وجود نداره دیگه اگر من بزنم ایران ران بزنم میزنه اوکی یعنی چی؟ یعنی ایران یه جایی از این جمله وجود داره و اگر من بیام با اسمال بزنم یعنی اولش آی کوچیکه و این آی بزرگ هست وقتی کلیر ران میزنم اتفاق نمیفته چرا چون این بهش میگن کیس sensitive یعنی حتما باید همون حالتی که وجود داره قرار بده ولی نکته ای که اینجا هست اینه که توجه بکنید وقتی من این ایران رو کات میکنم میبرم آخر قرار میدم چه اتفاقی میفته ایز great ایران وقتی ران میزنم بازم به من اوکی okay میده چرا چون دیگه اینجا چک نمیکنه که اول جمله از ایران شروع شده میگه برو ببین هر جا این جمله اگر از ایران استفاده شده یه چیکار بکن به من کنسول بکن okay. به این صورت پس فهمیدید شد اما اگر ما بخوایم چک بکنیم که ببینیم آیا این با ایران شروع میشه یا نه چیزی داریم داخل جاوا حالا ما اینجا اینکلودز رو یاد گرفتیم خب چیزی داریم به نام استارتس starts with. Starts with میگه برو ببین آیا با ایران شروع میشه وقتی من ران میزنم اوکی okay میده خب میگم برو ببین اصلا با آی شروع میشه وقتی ران میزنم بازم اوکی okay میده میگم برو ببین با آی اسمارت شروع میشه ران اوکی okay دیگه نمیده درسته میتونیم اینجا تایپ تا تا بکنیم else مثلا مثلا بگیم که console.log نو uh, no. مثلا به این صورت میتونیم بزنیم به جای اوکی یس و اینجا مثلا بزنیم نو no. صورت که اینجا متوجه میشید که اگر من بیام اینجا کلیر بزنم ران بزنم اینجا به من نو no میده چرا چون با آی شروع آی شروع نمیشه با آی کپیتال شروع میشه وقتی ران میزنه میزنه یس yes. پس این از این اینکلوز رو فهمیدید start with رو هم فهمیدید به این صورت حالا ما چیز داریم به نام ends with به این صورت وقتی از ends with استفاده میکنیم میگه برو ببین آیا با exclamation mark یعنی با این علامت تعجب تموم میشه یا نه وقتی من ران میزنم میزنه یس yes. وقتی من میزنم با تی تموم میشه با تی تموم نمیشه دیگه با اکسکلمیشن مارک تمام میشه وقتی ران میزنه میزنه نو درسته پس این هم از اند و حالا یه چیز دیگه هم داریم اینجا که منو باز وادار میکنه که از لنگویج یا زبان مثل روبی تعریف کنم بخاطر که روبی یک زبان خیلی فوق العاده عالی و مدرنی هستش مثلا خیلی راحت انگار که شما دارید با زبان انگلیسی صحبت میکنید با روبی دارید کار میکنید به خاطر همین همین هم هستش که خیلی از زبانهای که جدیدا از نو ساخته شدن مثل ابجکتیو که اصلا سردرد بود باش کار کردن سویفت ساخته شده سویفت از روبی الهام گرفته و خب جاوا اسکریپت 6 داره از روبی الهام میگیره خیلی از کارهایی که داره PHP اچ 7 به 7 یک داره انجام میده از روبی الهام میگیره که به تو میگم و خب داخل روبی ما چیزی داریم به نام ریپیت فرض بکنید که من میخوام بگم که اینو ریپیت کن قبل از اینکه ریپیت رو توضیح بدم یادتون باشه که استارت ویت و اند ویت چند تا پارامتر هم دارن ببین استارت ویت رو مگه اینجا کپی کنم بگم که برو نگاه بکن که مثلا این با آی مثلا با جی استفاده شده هم. وقتی اینجا ران میزنم میزن ایرور خب زن start with g ببینم کجا اشکال داریم type error starts احتمالا من اینجا starts with اینجوری می نویسن که من اشتباه نوشتم میگه من نمیدونم چی هستش این وقتی کلیر میکنم ران میزنم میزنه نو درسته چون ما جی شروع نمیشه با آی شروع میشه ولی وقتی من اینجا یک ویرگول میزنم میگم که مثلا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت و نو خب اگر اینجا تایپ بکنم نو ران بزنم میزنه نو خب اگه تایپ بکنم ده چی ران میزنم میزنه نو ولی وقتی تایپ میکنم هشت میزنم میزنه یس yes. چرا نگاه بکنید صفر یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت درسته از صفر اگر بشمورید میگه از اینجا تا اینجا رو برای من در نظر نگیر نگاه کنید هشت تا کاراکتر است یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت دیگه خب ولی اگر دارید میشمورید همیشه از صفر شروع بکنید بشمورید خب میگه این هشتا کرکتری که من هایلایت کردم همین که داد میبین هایلایته با فاصله ها فاصله ها هم یک کرکتر میگه در نظر نگیری انگار که ریمووش کرد اینجوری میگه برو ببینی هشتا رو در نظر ن... نگیری اگر در نظر نگیری با جی شروع میشه وقتی رانو میزنم میزنه یس می yes دیگه ولی اگه بزنم نو no, نو no با جی شروع نمیشه با آر شروع میشه که اگر اینجا بزنم آر میزنه مثلا چی yes. یا اندزویت هم داریم اگر من تایپ بکنم اند مثلا میگه که نگاه بکن ببین با جی شروع میشه خب میگه کلا اینو در نظر بگیر بهش ببین چند تاست و بعد منها بکن مثلا بگو که یک مثلا بهش چند چند تاست با هم دیگه خب من شمردم 14 تاست 14 تا رو منهای 13 12 11 10 9 8 خب اگه من تایپ بکنم هشت باید به من یس بده ران میزنم میزنه نو حالا اگه بزنم هفت ران بزنم میزنه نو no. اگه بزنم نه uh, چی؟ no, این باید به با من بده یس yes. میبینید الان یس yes میده چرا؟ چون کلا میشمورید چند تا کرکتره و بعد این رو کم میکنید از اون مثلا میگید که چارده تا حالا من میشمورم یک دو سه چار پنج شیش خب چرا اینجا نوشتید no. نه؟ برای اینکه اینجا چارده تاست یا میگیم حالا سیزده تاست uh, حالا بشمار ببین چند تاست و بعد میگه که من های هر چند تا که از میشموری بکن بعد این مثلا بشه نه اون موقع است که میگه یه مقدار عجیبه ولی بعد یه مقدار زمان بدید تا عادت بکنید حالا این زیاد به نظر من اند وید استفاده میکنید از استارت وید استفاده بکنید با اند موقعی از اند وید استفاده بکنید که آخریش رو در نظر بگیرید اما ریپیت هم داریم که گفتم در رابطه با لنگویج روبی روبی هم همچین چیزی داره فرض بکنید که ما یک مثلا وریبلی داریم به نام مثلا STR. مساوی با مثلا ال فرض بکنید اگر من بخوام بگم که مثلا بیا اینو ریپیت بکن چیکار میکنم میگم که str repeat حالا repeat رو مینویسم مثلا میگم که 100 بار برای من ریپیت کن ولی بعد اینو چیکار بکنم اینو داخل به کنسول بندازم دیگه کنسول.log و این رو مثلا ران بزنم اگه ران بزنم میبینی که چقدر به من اینجا LOL داده و 100 تا هستش و توی کنسول هم باید کنم اینجوری نشون بده اینجا به شما نگاه کنید وقتی من میزنم ران نگاه کنید LOL رو اینجا برای من میده خب این خیلی قوی هسته که شما میتونید ازش استفاده بکنید پس اینا چیزایی هستش که داخل اکماسکروپت 6 وجود داره الان